ما از اتم ساخته شدیم. اتم هایی که در چشم ما هستن از ستاره ها و کهکشان های شناخته شده بیشترن. ما مجموعه چند میلیارد 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 اتمی هستیم که با کنار هم قرار گرفتنشون ما و دنیای اطرافمون رو شکل دادن. اتم ها باعث میشن که ماده شکل منحصر به فردی داشته باشه. مثلا اتم های آب رفتار متفاوتی دارن. هر مولکول آب از دو اتم کوچیک هیدروژن تشکیل شده که به اتم بزرگتر اکسیژن متصلند. اگر دما متعادل باشه، مولکول‌ها روی هم سر می‌خورند. این حالتیه که آب و می‌سازه و در مورد هر جسم دیگه‌ای باید به نوع اتم‌های اون دقت کنیم. اتم کربن رو ببینید، عنصر اساسی حیات بر روی زمینه. اما چرا؟ کربن خاصه به خاطر اینکه در یک زمان میتونه به 4 اتم دیگه متصل بشه. اون میتونه تشکیل حلقه بده و زنجیره ای رو شکل بده و مولکول هایی رو بسازه که از هر بلوری پیچیده تره. هیچ اتمی انعطاف اونا نداره. اتم های کربن ستون فقرات مولکول هایی هستند که هر نوع حیاتی رو بر روی زمین فراهم کرده، از جمله حیات ما. مولکول هایی مبتنی بر کربن که بهشون پروتئین میگیم. مولکول های حیات صدها هزار اتم دارن. این تفاوت سنگ ها و موجودات زنده است. این مادر واقعا صورت نوزادش رو لمس نکرد. در زندگی هر روزه که جهان ما در مقیاس اتم ها، اجسام مادی هیچ وقت با هم تماس پیدا نمی کنن. ما فکر می کنیم که تماس دارن، اما این میدان های نامرئی ان که روی هم می افتن و هم دیگر رو دفع می کنن. مثلا زمانی که شما با کسی دست می دید، در واقعیت اتم های دست شما و دیگری با هم تماس پیدا نمی کنن. هر اتم هسته ای کوچیک در مرکزش داره که توسط ابری الکترونی محاصره شده. وقتی اتم ها به هم دیگه میرسن، ابرهای الکترونی یکی ابرهای الکترونی دیگری رو پس میزنه. ابر الکترونی میدان نیروی نامرئی رو تولید میکنه. اما جایی هست که حتی هسته اتم ها هم دیگر رو لمس میکنن و اونجا هم در دل ستاره هاست. بیشتر اتم فضای خالیه. هسته در مقابل بقیه اتم خیلی کوچیکه. اگه اندازه اتمی به بزرگی ورزشگاه آزادی باشه، هستش قطعاً به اندازه این توپ فوتباله. انجام میده با توی دروازه. چقدر کیف کردی؟ برای فهمیدن ذات ماده باید 100,000 برابر کوچیکتر از اتم، یعنی سراغ هسته اتم بریم. ساده ترین و بیشترین اتم در کیهان هیدروژنه. هستش تنها یک تک پروتونه که باعث میشه هیدروژن عنصر شماره 1 باشه. وقتی هسته ای با 2 پروتون داشته باشیم چی میشه؟ پروتون ها هم دیگر رو دفع میکنن. برای اینکه اونها رو در هسته در کنار هم نگه داریم، به ذرات دیگه احتیاج داریم به نام نوترون. کار اونها اینه که نذارن پروتون ها از کنترلشون خارج بشن. اونها پروتون ها رو با نیروی هسته ای قوی احاطه کردن و برخلاف خواست نیروی الکترومغناطیس کنار هم نگه می‌دارد. هسته ای با 2 پروتون میشه عنصر شماره 2 ما، یعنی هلیوم. هسته ای با 6 پروتون میشه عنصر شماره 6، یعنی کربن. هسته ای اتم طلا 79 پروتون داره. اونها 79 الکترون رو در ابرهایی به دور هسته جذب میکنن. نحوهی که نور با اون الکترون ها تعامل میکنه باعث درخشش طلا میشه. نوع کنار هم قرار گرفتن پروتون ها و نوترون ها نوع هسته و در نهایت نوع ماده رو میسازه. ما معمولاً به این شکل به خودمون فکر نمی کنیم که الان حاصل کنار هم موندن چندین میلیارد اتمیم. واو. چون این سطح از واقعیت ورای قلمرو ادراکات ماست، اما اجازه نمیدیم که ما رو محدود کنه. ما میتونیم بیشتر به این پیچیدگی‌های عجیب فکر کنیم و از این همه شگفتی لذت ببریم.